نام های آشنا در جهان، مارک های تازه وارد که چندیست در کابل هم دوستدارانی پیدا کرده. البته همه نمی توانند کالاهای با مارک های معتبر بخرند، اما این مسئله باعث نشده بازار فروشی این کالاها سرد شود. خود مارک یا برند یا لباس خوب پوشیدن در این قسمت که در ظاهر انسان خیلی میتونه تغییرات به وجود بیاره، تغییرات بزرگی به وجود بیاره، در باطن انسان، در رشد فکری انسان هم میتونه نقش بسزایی ایفا کنه. خریداران اصلی این کالاها طبقه خاصی هستند. کسانی که استفاده از مارک های شناخته شده ای جهان برایشان اهمیت دارد. این خواستگاه آنها را به اینجا می کشاند. بسیاری از خریداران پشت این ویترین ها می ایستند و خودشان را در لباس هایی که به تن مانکن هاست تصور می کنند. از وسوسه های زایده عصر مدرن در یکی از سنتی ترین کشورهای جهان. من شخصا خوش دارم کسی که چیز پاک و یک چیز اصل می پوشه، چون برخلاف نظر دیگران که میگن نه لباس پوشیدن هیچ به شخصیت یک انسان مربوط نیست، من فکر میکنم به شخصیت یک انسان مربوط است. من اولین مرد را که ببینم و امروش سرمال که کنم اولین بوتایش سعی میکنم. این محل یکی از بازارهای کوچکی است که در آن میتوان کالاهای مارکدار جهانی را با قیمت ارزان تر پیدا کرد. این کالاها خاص برای خریداران افغان تولید می شود. مثلا در امریکایی را جور می کنه قیمت بالاتر، اما در اینجا جور می کنه کم پایین تر قیمت ارزان تر، چون اقتصاد ما ضعیف است، یک همه که کوالیتیش پایین جور می کنه و ارزان فروش می شه. در اینجا برخی برای این دنبال مارک های معتبرند که خود را از دیگران متمایز کنند. برای عده دیگری هم کیفیت خوب مهم است. 10 سال است که درهای افغانستان بروی بازارهای جهانی باز شده و البته بروی فرهنگهای مختلف. فضا باز بوده نسبتاً برای ورود عناصر فرهنگی جدید و این عناصر فرهنگی جدید اکنون در طی سالهای اخیر دست کم میزان وارد شدنش و میزان جذب شدنش در زیست جهان فرهنگی جامعه افغانستان شتاب بیشتری پیدا کرده. اوسط درآمد سالانه این مردم کمتر از $1000 برآورد شده است. با این وجود هستند گروهی از شهروندان افغانستان که درآمد خیلی بالاتر از این دارند و با زندگی در جهان پیشرفته هم آشنا اند. بهار جویا، BBC، کابل.